حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب آریان. به مسائل داخلی هر دو کشور بپردازیم. ابتدا با اوکراین شروع میکنم. انتخابات در پیش داره، با این حال ولادیمیر زلنسکی گفته احتمال داره که بتونن این انتخابات رو برگزار بکنن. اولا چقدر این احتمال وجود داره که در واقع این جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوریشون به پایان نرسه؟ دوما با شرایطی که اوکراین داره، حکومت نظامی، در واقع چه وضعیت به چه صورته در کل؟ وضعیت بسیار استثنایی است که شما انتخابات ریاست جمهوری داشته باشین در وسط جنگ، و واقعا به نظر نمیرسه که میدونید این جنگ به پایان برسه. برای نمونه ما قبلا هم صحبت کردیم، حتی هواپیمای F-16 رو که میخوان به اوکراین بدن، این قابل استفاده است برای بهار آینده. بنابراین هیچ آینده روشنی واقعا جلوی ما نیست که کی این جنگ میخواد به پایان برسه. و مسئله اینه که واقعا اگه دنبال راه حل سیاسی هم اگه ما بخوایم باشیم، سیاست مداران دنبال این باشند، اون پارامترهای جنگه که واقعا تعیین میکنه که وقتی پشت میز مذاکره میشینند در مورد چی میخوان صحبت بکنن. و به ویژه پارامترها در روی زمین، نیروی هوایی مهمه، کمک فوق‌العاده‌ای میکنه، ولی همیشه در زمینه که نتیجه رو مشخص میکنه. در حال حاضر واقعا اوکراین اون طوری که باید و شاید پیشروی نداره. و اگر اینا همش اگر هست، اگر عملات موفقی در جبهه های شرق در ژاپروژیا انجام بگیره، پیشروی قابل ملاحظه اگر اوکراین داشته باشه، در بهترین شرایط بتونه خط دفاعی روسیه رو بشکنه، به دو قسمتش بکنه، به طرف ماریوپول بره، یا اونقدر بتونه پیشروی بکنه که در جهت ملیتوپول، همون به طرف به حساب دریای آزوف، بتونه خطوط مواصلاتی و جاده های ارتباطی رو در مال روسیه رو در تیررس توپخانه خودش قرار بده. اگر همه اینها رو باز هم توأم بشه با از کار انداختن یک پلی مثل پل کرش، اون وقت روسیه واقعا احساس ضعف خواهد کرد، احساس آسیب پذیری خواهد کرد، و ماندنش در بخش جنوبی اوکراین بسیار مشکل خواهد بود. به این اگرها در واقع باید فصل زمستان رو هم اضافه بکنیم که با توجه به تجربه که سال گذشته داشتیم در واقع پیشروی ها بسیار کند شده بود. جناب آریان، اشاره کردین که در میدان در واقع هر دو طرف چه شرایطی دارن. گزارش ها حاکی از اینه که وضعیت اقتصادی روسیه بسیار تاثیرگذار بوده، به گونه ای که در گرفتن سرباز به مشکل برخوردن، در تجهیزات نظامی مشکل شدید دارن و این نارضایتی های عمومی رو در این کشور ایجاد کرده. در این باره بیشتر بهمون توضیح میدین؟ به هر حال روسیه با توجه به تحریم هایی که از طرف آمریکا، از طرف ناتو، از طرف اتحادیه اروپا علیهش اعمال شده، و به طور کلی در ارتباط با درآمد نفت و گاز با مشکلاتی روبروه. قبل از حمله اوکراین روسیه 40% گاز اتحادیه اروپا رو تامین میکرده، اما حالا این مقدار به 10% رسیده. یعنی با توجه به کارهایی که در اروپا میکنه برای اینکه راه آلترناتیو پیدا کرده برای تامین انرژی، بنابراین مشکلات اقتصادی، یعنی اقتصاد روسیه اقتصاد زمان جنگ هست و این یعنی حاکم هست بر همه کارهایی رو که در داخل روسیه میتونن واقعا انجام بدن. ولی در این بین باید بگیم یک کشوری مثل چین داره به روسیه کمک میکنه، حالا از نظر نظامی که میدونیم در حیطه‌های مختلف داره کمک میکنه، ولی از نظر اقتصادی همین که میتونه نفت و به طور کلی انرژی خودشو از روسیه تا حد زیادی تامین بکنه با پایین آوردن قیمت، که در این مورد واقعا جای شگفتی است که ایران و روسیه در دادن نفت ارزان و به طور کلی تامین انرژی ارزان به چین اینها مسابقه گذاشتن.
ولی با همه این احوال مشکل خواهد بود. روسیه مشکلات داخلی داره، مشکلات اقتصادی داره، مشکلات تأمین نفر برای جبهه ها داره. این همین به باور من برای از جهاتی برای خود اوکراین هم صادقه. اوکراین خب کشورها ما داریم صحبت میکنیم میخوام سلاح و تجهیزات به اوکراین بدن، ولی اوکراین از نظر اقتصادی هم با مشکلات فوق‌العاده‌ای روبروست. یعنی این کشورها کمک‌های تسلیحاتی باید توأم بشه با کمک‌های مالی. فقط یه نکته رو میخوام بگم برای این جلب توجه کرده برای من حرفایی رو که ژنرال پترایس زده در ارتباط با همین کمک‌های تسلیحاتی. بله. به نظر من خیلی مهمه. ژنرال پترایس اخیراً در واشنگتن پست نوشت که اوکراین بایستی انواع و اقسام سلاح‌ها رو با بعد بلند داشته باشه، اتکمز داشته باشه، که اینا موشک‌های به حساب صد به صد، مهمات و خوشه‌ای باید بهش بدیم و تمام این کمک‌ها رو باید ما به اوکراین بدیم برای اینکه بتونه این حملات خودش رو به جلو بره، کار به جای برسه و حتی تسریع در تحویل F-16. ولی در آخر نکته بسیار مهمی رو تاکید می‌کنه و میگه در واقع اوکراین باید همه این توانایی ها رو ماها پیش می داشت. یعنی واقعا از برنامه عقبه. این وضعیت کلی جنگ است. ممنون از شما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی که از نیوکاسل همراه ما بوده.